سلام، مانا هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. تو این ویدیو قراره 5 تا راهکار برای اینکه افزایش مشتری تو کار ناخن داشته باشیم و بهتون بگم. البته تو این ویدیو قراره که تمام تجربه های ریزی که تو تمام این سالا داشتم و حس کردم که میتونه خیلی بهتون کمک کنه و تو افزایش مشتری واقعا تأثیر گذاره، یعنی بهتون قول میدم که اگر این راهکاری که دارم بهتون میگم و انجام بدید، حداقل مشتریاتون دو برابر میشه. ببینید، همه توی ویدیوهاشون میان میگن که باید آپدیت بشید، باید کلاس برید و خیلی چیزهای دیگه که اول کارتون خوب باشه و برای اینکه مشتری داشته باشید. بله، این موضوع درسته، ولی واقعا فقط 50% قضیه است. اینکه همه کلاس میرن، همه خودشون رو آپدیت میکنن، اما یه سری ها موفقن به خاطر اینکه این 50% دوم رو درست انجام میدن. حالا این 50% دوم چیا هستش؟ گزینه اولش قضیه بهداشته. ببینید، فکر کنید من یه کلاسی رو رفتم، قشنگ آپدیت شدم و حالا مشتری جلومه. این که من چه طرز برخوردی دارم، بچه ابزاری و چه جوری دارم باهاش برخورد میکنم، همه اینا تأثیر گذاره. مثل موضوع بهداشت. قضیه بهداشت اینه که شما باید برای هر مشتریتون پک بهداشتی جدا داشته باشید. من اینو موقعی که تو کلاسام میگم همه خیلی با تعجب نگاه میکنن و میگن که یعنی اینقدر ما باید، یعنی واقعا باید این کار انجام بدیم. ولی شایدم واقعا بگم که خیلیا میان کلاس من و من تمام این نکات رو میگم، اما فقط شاید 30-40% بعدش به حرف من گوش میدن و این کار انجام میدن و حتما نتیجهش رو میبینن. پس شما هم جز اون دسته از افراد نباشید که این ویدیو رو میبینید و انجامش نمیدید. پک بهداشتی شامل چیا هستش؟ شامل براش پاک کردن خاک ناخن. ببینید، براش پاک کردن خاک ناخن قیمتش فکر کنم 20-30 هزار تومان که بیشتر نیستش، درسته؟ براشه کوچیک. یه سوهان دستی قیمتش چقدره؟ همون 25-30 هزار تومان. یعنی تا اینجا شد 60 هزار تومان. 3-4 تا دونه پوشر چوبی، 3-4 تا پرده کلینزر و ببینید همه اینا تا اینجا شد چقدر؟ دوده مثلا شاید 60-70 هزار تومان. خب یه دونه بافر کوچیک که قیمتش حداقل خیلی باشه مثلا 15 هزار تومان. ببین، وقتی شما برای اینو باید به تعداد مهم 50-100 تا ازش خریداری کنید از هر کدومش. خب بعد برای هر مشتری که بار اولی که میاد پیشتون، شما باید یه پک داشته باشید، همه اینا رو داخلش بذارید که همون براش پاک کردن، سوهان دستی، بافر، پد کلینزر و پوشر. و برای هر مشتریتون بار اولی که مراجعه کنندتونه قیمت جداشو دریافت کنید. یعنی من بار اولی که طرف میاد پیش من، این موضوع که آقا قیمت کاشت و ترمیم من به کنار، بار اول مراجعه کننده باید 100 هزار تومان مبلغ برای این پک جداش پرداخت کنه. یعنی شما مثل تمام جاهای دیگه، نمیدونم حالا چطور براتون مثال بزنم مشابهشو، مثلا جایی که لیزر میرید، شما وقتی که لیزر میریم حتما یک پک بهداشتی اولش داریم که مبلغش رو جدا میدیم. شامل سری لیزر هستش، فکر کنم 100 خورده، یعنی تا 200 تومن. شما بار اولی که مراجعه میکنید مجبورید اینو داشته باشید و اگر هم بار بعدی که میرید یادتون بره و فراموش کنید با خودتون ببرید، باید دوباره هزینه‌اش رو پرداخت کنید. توی ناخونم دقیقا همینه. مشتری که میاد بار اول باید این رو خریداری کنه و اگر نخواست براش خدمات انجام ندید به همین راحتی. یعنی کسی که برای خودش ارزش قائلیست، به نظر من بهتره که مشتری شما نباشه. و بعدش این که اگر هم بار بعدی فراموش کرد، باید دوباره این پک رو ازتون خریداری کنه. ببینید، این پک نه سود کاری برای شما داره نه هیچ چیزی، فقط برای احترام گذاشتن به مشتری و اینه که بهداشتتون رو کاملا درست رعایت کنید. و مطمئناً وقتی شما این کار رو انجام میدید، مشتری که میاد تفاوت شما رو با مسترهای دیگه کاملا متوجه میشه. موضوع بعدی اینه که البته هنوز تو همین بحث بهداشت هستم، جدا از این که باید یه پکی رو
به مشتریاتون ارائه بدید اینه که باید ابزار فلزیتون که مبلغ بالاتری داره مثل سرسوهان و قیچی. سرسوهان و قیچی که برای توی مانیکور استفاده میکنید، خب نمیشه که من برای مثلا به هر کسی بگم تو سرسوهان و قیچی خودت رو برای خودت بخر. نه، همچین موضوعی امکان پذیر نیست، چون حداقل سرسوهان و قیچی مثلا با هم دیگه حدود 2 میلیون تومان هزینه شده در حال حاضر. میاد چیکار کنید؟ باید ببینید در روز شما چند تا مشتری دارید. مثلا من میگم به عنوان یک مستر ناخون من در روز 6 تا مشتری قبول میکنم. پس من باید 6 تا ست سرسوهان و 6 تا قیچی داشته باشم. ببینید کار اصول اینه. میدونم الان همتون دارید با تعجب ویدیوی منو نگاه میکنید، چون هر موقع که تو کلاس ها میگم همه بچه ها اینجور با تعجب تمام منو نگاه میکنن. نه، چرا شماها تعجب میکنید؟ چرا اون موقعی که ما میگیم قیمت کاشت و خدمات باید فوق‌العاده بالا باشه، تایم ترمیم و کاشت باید اینقدر بالا باشه، سریع استقبال میکنید؟ تمام ناخونکارا سریع، وقتی من میگم مثلا باید یک کاشت درست 2 ساعت زمان ببره، تماما همه استقبال میکنن، همه استوری میکنن این موضوع رو که بله ببینید مثلا فلانی مدرس ناخون اومده این صحبت کرده. پس از این حرفای منم لطفاً استقبال کنید. میدونم خیلی به نفعتون نیست، یه مقدار هزینه‌هاتون رو میبره بالا، اما فوق‌العاده تاثیرگذاره. همونطور که پول کلاس میدید، پول آپدیت میدید، خیلی هزینه ها میکنید، این هزینه‌ایه که باید برای شغلتون انجام بدید اگر میخواید موفق بشید. ببینید من میام چیکار میکنم؟ این 5 تا 3 تمو میگیرم برای اینکه هر بار استری کردن ابزارتون حداقل نیم ساعت 40 دقیقه زمان میبره ازتون. شما که نمیتونید بین هر مشتری بشینید بگید من 40 دقیقه باید هر بار زمان بدم. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. پس شما آخر کارتون میاید کار استری کردن ابزار رو انجام میدید. خب پس من نمیتونم یه دونه 3 سرسوهان داشته باشم و برای 6 نفر در روز کار کنم. نه، همچین موضوعی اصلا نیستش. شما باید به تعداد مشتریاتون که سرسوهان و قیچی داشته باشید، شب آخر شب که کارتون تموم شد وسیله هاتون رو نیم ساعت 40 دقیقه زمان میذارید، استریل میکنید و بعد از استریل کردن ابزارتون همه رو پک بندی میکنید و هر مشتری که میاد جلوش یه پک جدید باز میکنید از سرسوهان و قیچی. شما نمیدونید همین کار چقدر تأثیر گذاره رو افزایش مشتریاتون. ببینید ایناست که تفاوتتون رو با بقیه نشون میده. شما باید اینکه همیشه فرق کنید و با خودتون داشته باشید که با من باید فرق کنم با مسترهای دیگه، وگرنه تماما من چه فرقی با بقیه دارم. خب پس یک بار دیگه با هم مرور میکنیم قسمت بهداشت رو. پک بهداشتی که حدوداً 100 هزار تومن هزینش میشه در حال حاضر و هر مشتری باید جدا برای مراجعه اول پرداخت کنه و حتما هر سری با خودش همراه داشته باشه. و موضوع بعدی، باید به تعدادتون سرسوهان و قیچی ابزار فلزی داشته باشید و برای هر کسی یه دونه استری شده یه جدید باز کنید. خب و وقتی که جدید یعنی یه پکی که قشنگ باز و مشتری متوجه بشه که این پک کاملا نوعه و استری شده هستش و بعد که برای مشتری باز کردید بعدش بذارید تو جای جدا که در انتهای کارتون استریل کنید این موضوع رو. ببینید این قسمت باور کنید، بهتون قول میدم که اگر عملش کنید مشتریتون حداقل 2-3 برابر میشن حداقل. موضوع بعدی قسمت پذیرایی. ببینید این خیلی چیزای کوچیکیه و واقعا هزینه‌ای براتون نداره. هر مشتری که میاد یه کافی، یه قهوه‌ای، یه شکلاتی شیرینی باید کنار میزش براش بذارید. شما نمیتونید همینطور، یعنی 2 ساعت فکر کنید شما خودتون 2 ساعت هست که هیچ چیزی نخورید و همینطور وایسید کار انجام بدید. نه، واقعا همچین چیزی امکان پذیر نیست. خیلی موضوع پذیرایی موضوع مهمیه که خیلی از مسترهای ناخون واقعا بهش توجهی ندارن. یعنی حتما باید ببین، شاید واقعا نه اون مشتری به این پذیرایی شما احتیاج داره، نه هیچ چیزی، نه فکر کنید همچین موضوعیه. این احترام گذاشتن به مشتریه. وقتی مشتری میبینه شما بهش احترام گذاشتید و
اینجاست که باز میگم تفاوتتون رو با بقیه مسترا متوجه میشه. پس بعد از موضوع بهداشت، دومین موضوع، موضوع پذیراییه که تو ذهن اون طرف بمونه که شما چه احترامی براش گذاشتید، یا حتی موضوع خطاب کردن مشتری که شما نباید به اسم کوچیک خیلی عادی مثلا مشتریتون رو صدا کنید. این واقعا خیلی اوقات این موضوع رو میبینم و این موضوع واقعا اشتباهه. ببینید احترام گذاشتن های کوچیک شاید ببین خیلی موضوع مهمی باشه توی افزایش مشتریتون، پس حتما این موضوع رو رعایت کنید. موضوع بعدی میشه طریقه صحبت کردن شما و حتی طریقه لباس پوشیدن شما توی سالن. ببینید مرتب بودن خودتون خیلی اهمیت داره. اینکه شما هم موضوعی که گفتم مثل طرز صدا کردن مشتری، اینکه شما نباید با اسم کوچیک صدا کنید و اسم کوچیک تنها تک اسم کوچیکش باشه، نه اصلا. و اینکه شما حتی چه جوری در روز دارید توی سالن لباس میپوشید. ببین لباس پوشیدن مرتب، اینکه حتی موهاتون مرتب باشه، یعنی نه با یه مویی که خیلی شلخته، قیافه خیلی شلخته، نه این اصلا برای مشتری واقعا جذاب نیستش. همه اینا صحبت کردنتون، اینکه از مثلا چرا باید یه کلمه زشتی و جلوی مشتری گفته بشه، اینکه مراقب باشید از چه کلماتی دارید استفاده میکنید. من همیشه توی کلاس ها شده حتی کوچکترین کلمه بدی بشه بگم لطفاً، من حتما یه تذکری میدم که لطفاً در مورد صحبت کردنتون مراقب باشید. حتما یه تذکر کوچیکو، یعنی حتی اگه هنرجو تو کلاس من بخواد از یه کلمه ای، حالا حتی به شوخی، حتی به هر چیزی، من سریعا میگم که این کلمه الان اینجا جاش نیست واقعا. شما هم همینطور باید مراقب صحبت کردنتون با مشتری، طریقه لباس پوشیدنتون. اینکه نشینید مثلا پشت هم، مثلا دیدید همیشه در مورد سالن‌های آرایشی میگن اینجا فقط پشت سر دیگران صحبت میکنن، این خیلی نکته مهمیه. من چندین بار بین بچه‌ها و مسترهای ناخن تو سالن‌هایی که بودم این موضوع رو دیدم. ما اصلا همچین موضوعی رو نداریم. شما باید تمام تمرکزتون در حین کار روی کارتون باشه، تمیز با دقت انجام دادن کارتون و هیچ صحبت واقعا بدگویی. نه اینکه نه اصلا با مشتری صحبت نکنید، اما اینکه چه جوری دارید با مشتری صحبت میکنید و چه حرفایی دارید استفاده میکنید، همه اینا اهمیت داره. حالا تا اینجا در مورد چیزایی صحبت کردم که باید توی سالن رعایت بشه. یه موضوعی جدا از قضیه سالن، حالا میرسیم به موضوع پیجمون که اینم تو افزایش مشتریمون تاثیر گذاره. این که شما باید حداقل برای شروع، اینو همیشه گفتم، باید 30 تا پست درست داشته باشید. 30 تا پست درست از 10 تا کار درست به دست میاد. یعنی شما 10 تا کاشت درست باید بذارید که تماماً این 10 تا کاشت رو نه برای اون لحظه مشتری انجام بدید، نه برای رضایت، نه برای کاری، برای هیچ چیزی، نه برای مبلغی که قراره اون لحظه بگیرید. 10 تا مدلی که فقط برای پیجتون و عکستون دارید اون کار رو انجام میدید، یعنی با دقت تمام. و از این 10 تا کار شما 30 تا دونه پست میتونید داشته باشید، یعنی از هر یک کار اگر شما بخواید 2 تا عکس و یه دونه ویدیو ازش داشته باشید، یا یه عکس، یه ویدیو حین کار و یه ویدیو اتمام کار داشته باشید. اینکه شما ساخت ریلو بلد باشید، مدام هر حداقل یک روز در میون باید تو پیجتون ریل داشته باشید که ببینید همه اینا توی پیجتون تأثیر گذاره. اینکه من هیچ کاری برای پیجم نکنم، یعنی یک پیج فوق‌العاده افتضاحی داشته باشم و بعد مثلا هنرجو میاد ازم میپرسه مارو جون شما چی کار کردید، به کی تبلیغات دارید، باید با بلاگری مثلا تبلیغاتی کار کنم، کجا تبلیغ بدم که پیجم بره بالا. بعد مثلا پیجشونه که میبینم این پیج حتی آماده تبلیغ دادن هم نیست. من حتی به بهترین بلاگر، به هر چیزی که بیشترین هزینه رو برای تبلیغاتم کنم، اصلا طرف واقعا پیجم دیده بشه، بیاد تو پیجم اما اون محتوا رو ببینه، مطمئنا دنبال کننده من نیستش. این خیلی مهمه که شما توی پیجتون پست‌های درست،
چیدمان درست و برای پیجتون باید زحمت بکشید. خیلی تأثیر گذاره. میگم علاوه بر اینکه جلو مشتری تو سالنتون چی کار دارید میکنید، قسمت پیجتون و قسمت مجازی کارتون هم مهمه و باید براش وقت بذارید، دیل درست کنید و این 10 تا کاری که بهتون گفتم و قول بدید که بعد از این ویدیو حتما انجامش بدید. موضوع بعدی اینه که من هر موقع به بچه ها قیمت مثلا کاشت و ترمیم میگم بازم با تعجب نگاه میکنن. ببین بعد میگن نه آخه مشتریای ما که همچین مبلغی رو پرداخت نمیکنن. ببین شماها خودتون مشتریاتون رو انتخاب میکنید. من اگر یک مبلغ پایین بگیرم مطمئنن کسایی مشتری من هستن که دنبال مبلغ پایینن و اصلا کیفیت کار براشون مهم نیست. و اگر یک مبلغ درست، نمیگم مبلغ زیاد، مبلغی که واقعا درسته و صحیحه برای این کاشت گرفتن، اینجاست که مشتریایی برای من هستن که حاضرن برای خدمات درستشون مبلغ درستش هم پرداخت کنن. خب حالا پس اگر شما، میگم مبلغ درست گرفتنه به این معنی نیست که شماها اون نکاتی که میگم رو رعایت نکنید و فقط بگید ببینید فلانی گفته باید مبلغ زیاد بگیرم. نه، اصلا همچین موضوعی نیست. در کنار همه این نکات شما اگر، ببین من خود من اگر جایی بخوام خدمات بگیرم و مبلغش از دور از ذهن من باشه، یعنی بگم چرا اینقدر ارزونه، مطمئنن اونجا خدمات نمیگیرم، چون حتما یه ایرادی هست. حتما، حتی اگر شاید واقعا اون طرف ایرادی تو کارش نداشته باشه و داره از مبلغ زحمتش کمتر میگیره، اما من ناخودآگاه توی ذهنم همچین چیزی هست که چرا باید این مبلغ رو از من بگیره، پس یه مشکلی هستش. دقیقا این همین طرز تفکریه که تو مشتریاتون هستش. شما مبلغ زیادی کم گرفتن، این یعنی این که من یک نقصی توی کارم دارم. اگر نقصی تو کارتون دارید که باید اول دنبال اون نقصه بگردید، مثلا دنبال قیمت و مبلغ و اینا نباشید. اگر نه، همه این نکاتی که تا حالا گفتم و حالا تو پیج هم واقعا خیلی نکات دیگه هستش و شما با رعایت همه اینا، با عکس و کار درست، با کار با کیفیت، متریال درست دارید کار میکنید، پس شماها نباید جوری برخورد کنید که انگار من تو نقصی توی کارم هست و قیمتتون رو خیلی پایین بگیرید. و زمان درست، ببین وقتی من زمان درست بگم، من مثلا 2 ساعت کاشت و ترمیم من زمان بر هستش، کسی که دنبال نیم ساعت 40 دقیقه ترمیم هستش، 1 ساعت ترمیم هستش، خب بره جایی خدمات بگیره که براش نیم ساعت و 40 دقیقه و با همون کیفیت خدماتشو بگیره، با همون نکات خدماتشو بگیره. ببینید همه اینها تأثیر گذاره، پس باید دونه به دونش رو رعایت کنید و این رو با خودتون حل کنید که من اگر قرار یک بستر درستی باشم باید تمام نکات درست بودن رو انجام بدم. و یه نکته کوچیک آخر که تأثیر گذاره و حتما انجامش بدید، بلاگری کردن خودتون در پیجتونه. یعنی نه اینکه بیایید بلاگری بذارید این لباس رو امروز خریدم، این غذا رو امروز، نه، منظورم بلاگری در مورد کارتونه. این که من امروز این خرید متریال رو داشتم، یا مثلا امروز در مورد مشتری، این که این مشتری، مثلا همه یه چیزهای کوچیک در مورد اتفاقات سالن ریز. ببینید این که شما مدام پیجتون پر از عکسای ناخون باشه اصلا جذابیتی نداره. اینو یاد بگیرید که خودتون جلوی دوربین بیاید صحبت کنید و اینکه بتونید یه بلاگری کوچیکی در کنار کارتون توی پیجتون داشته باشید، در حیطه کاری خودتون میگم، نه اینکه در مورد خود شخصیتون باشه. همه اینها رو بازم میگم امیدوارم که انجامش بدید و این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر ویدیومو دوست داشتید حتما برام کامنت بذارید و اینکه یادتون نره که چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. خدافظ.